سلام بچه ها، به ویدیو خوش اومدین. خیلی سریع بریم سراغ اخبار. اگه دوست داشتین پست رو لایک کن و تا انتها همراه من باش. ابتدا بیاید روزبه چشمی رو یکم با هم تحلیل کنیم. خب تمرینات آبیا به خوبی داره انجام میشه و ستاره‌های تاثیرگذار این تیم هم مشکل خاصی ندارن. روزبه چشمی هم که خب همه ما میدونیم یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار استقلاله. این بازیکن علاوه بر این که تو فاز دفاعی نقش پررنگی داره و استحکام خاصی به خط دفاعی استقلال میده، مسئولیت بازی سازی از نیمه زمین خودی رو هم بر عهده داره و خیلی وقتا شروع حملات آبیا از روزبه چشمیه. اما چرا میگم روزبه نقش پررنگی در ترکیب استقلال داره؟ خب علاوه بر این چیزایی که گفتم، این بازیکن قدرت سرزنی خوبی هم داره، اما ویژگی اصلی روزبه که مخصوصا در فاز دفاعی خیلی به آبیا کمک میکنه اینه که روزبه علاقه خاصی به تاثیرگذاری روی توپای اول و تخریب بازی حریف داره. به همه این موارد قدرت رهبری این بازیکن رو هم اضافه کنید. خب وقتی تمام این پازل ها رو کنار هم میذاریم میفهمیم روزبه چقدر تاثیرگذاره و چقدر به استقلال کمک میکنه. چیزی که شاید خیلی توسط هوادارهای استقلال دیده نمیشه. در رابطه با پرسپولیس، خب تو ویدیو قبلی اسپانسر جدید این تیم که همون سبا باتری است رو معرفی کردم بهتون و گفتم که 150 میلیارد با قرمزها قرارداد بسته. اما این فضای تبلیغاتی برای همون قسمت جلوی پیراهن قرمز هاست و پرسپولیس میتونه با چند تا اسپانسر دیگه هم همکاری کنه تا در مجموع مبلغ اسپانسری قرمزها حتی به 300 میلیارد هم برسه. اینو توضیح دادم چون یه سری فکر میکردن مثل زمان انصاری فرد تمام فضای تبلیغاتی در اختیار مثلا سبا باتری قرار گرفته، اما اینطوری نیست و سبا باتری فقط برای جلوی پیراهنه و باشگاه میتونه بقیه فضای تبلیغاتی رو هم ازشون استفاده کنه و در مجموع حتی به مبلغ نزدیک 300 میلیارد تومان هم برسه و اینقدر درآمدزایی کنه. اما در رابطه با عطی‌الله، متاسفانه خبر بدی برای هوادارهای پرسپولیس دارم. خب من خودم تو ویدیوهای قبلی گفتم که کار انتقال این بازیکن به پرسپولیس تموم شده و حتی از جزئیات این قرارداد هم صحبت کردم. اما انتقال این بازیکن به پرسپولیس در دقیقه 90 که چه عرض کنم، در دقیقه 99 به مشکل خورده. واقعیت اینه همونطور که گفته بودم قرارداد سه جانبه بین پرسپولیس، سوچی روسیه و عطی‌الله امضا شده، اما به دلیل برخی اختلافات ایجاد شده بین تیم سوچی و عطی‌الله فایل قرارداد امضا شده به باشگاه پرسپولیس ارسال نشده و در اختیار نماینده باشگاه سوچی قرار داره. در کل بروز این مشکل تقصیر باشگاه پرسپولیس نیست و مشکل از طرف خود باشگاه سوچیه که با وجود توافق و امضای قرارداد فایل اونو تحویل قرمزها ندادن هنوز. راستش انقدر این انتقال طولانی شده که دیگه نمیخوام قطعی هم حرفی بزنم و چیزی درباره آینده بگم. فکر میکنم همه باید صبر کنیم و ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته. راستی در رابطه با مهدی هاشمی نسب هم یکم صحبت کنم. مثل این که مسئله جدایی این مربی از استقلال داره کم کم جدی میشه. خب هاشمی نسب با استقلال به اردوی ترکیه نرفت، اما خیلی ها فکر میکردن بعد از بازگشت از اردو هاشمی نسب به تمرینات استقلال اضافه بشه. اما با این حال بازم این اتفاق نیفتاده و هاشمی نسب همچنان در تمرینات غایبه. توافقی هم با مدیران استقلال تا این لحظه نداشته. البته یکی دو تا جلسه داشتن اما به توافق نرسیدن. در این باره دو تا حرف و حدیث وجود داره. یکی این که هاشمی نسب به خاطر مسائل خانوادگی نمیتونه دیگه با استقلال ادامه بده و دلیل جدایی شخصیه، اما یه سری اخبار هم حاکی از اینه که هاشمی نسب با مدیریت استقلال اختلاف مالی داره و از شرایطش راضی نیست و اگه این مسئله برطرف بشه به استقلال برمیگرده. خلاصه هرچی که هست هنوز این مشکل رفع نشده و شاید هم امسال بعد از سالها نکونام به تنهایی سرمربیگری بکنه و از هاشمی نسب جدا بشه. و اما اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی، ممنون میشم این پست رو لایک کنی و بریم سراغ ادامه ویدیو. شما یه شکایتی که یه گلایه‌ای کرده بودید از سهمیه بازیکن خارجی، یه مقدار خب شاید منظورتون پرسپولیس بود. حالا توی صحبتایی که از شما منتشر شده در مورد سهمیه خارجی نکاتی رو داشتید که زمین قطع میشه. ببینید در جلسات مدیران عامل با ریاست محترم فدراسیون و اعضای کارگروه خب پیشنهادات مختلفی از سوی باشگاه سپاهان، تراکتور، استقلال و پرسپولیس مطرح شد. ما نظر این بودش که به هر حال یا قانون به طور کامل اجرا بشه، همون قوانین مصوبه گذشته، یا اگر تغییراتی قرار است صورت بگیره تغییرات به شکلی بشه که منافع همه تیم‌های مدعی حداقل تامین بشه.
آخه من دو بازیکن سر صحبت می‌کنی، حاشیه بسیار زیادی به وجود اومد بوسنیایی و گفتم آیا نکونام اول نپذیرفتن، اصلا مسابقه کردن گفتن جز باشگاه استقلال حاضر نیستن در باشگاه دیگه بازی کنن. یه توضیح در این خصوص بده. من تو من این مصاحبه رو نمیدونم، این اواخر متاسفانه مصاحبه های فیک هم تا دلتون بخواد زیاد شده، تازه خیلی از مصاحبه هم به اسم خبرگزاری معتبر پخش میشه، بعد ما پیگیری میکنیم میبینیم فیک. در خصوص این دو تا بازیکن هم که قبلا عرض کردم، این بازیکن ها زمانی جذب شدن که احتمال همکاری آقای نکونام نبود، احتمال همکاری ادامه همکاری با آقای حسینی هم نبود، در این خصوص هلدینگ خب اقدام کرد و بعد از اون که دیگه قطعی شد حضور جناب نکونام، قرار شد تصمیم فنی به عهده ایشون باشه. ایشون در خصوص وینگر تا جایی که من میدونم به نتیجه مثبت رسیدند، در خصوص گلر با حضور آقای حسینی و توجه که سهمیه‌مون نه که کیفیت فنی دروازه‌بان پایین باشه، دروازه‌بان کیفیت فنی بالایی داره، به توجه به سهمیه خارجی محدودی که باشگاه استقلال داره و حضور گلرهای خوبی مثل آقای حسینی و آقای خالد آبادی، نظر بر این شدش که با ایشون مذاکره بشه جهت انتقال یا فصل قرار. البته با کدام صحبت میکنین؟ خیلی صحبت زیادی شده. هواداران میخوام بدونن که وضعیت این کاکوتا به کجا کشیده. خوشو تفاهم نامه امضا کردن. ببینید در دنیای فوتبال مذاکرات هیچ جا من ندیدم یک هفته، دو هفته، سه هفته باشه. شما همین چند روز پیش دنی اولمو که اومد بارسلونا، ایشون بازیکن پایه دو ماه نیست، چند فصله. یعنی قبل جام ملت‌های قبلی آقای اولمو قرار بود بارسا، یا اینکه اصلا ستاره پاریس سن ژرمن میره رئال، بس 4 فصل 5 فصل مذاکره مداوم میره. بس اینطوری نیست که شما فکر کنید ما سریع امروز اعلام بکنیم فردا میره. متاسفانه در ایران تا یک بازیکن در لیست مد نظر سرمربی قرار میگیره، سریع این بازیکن رو به عنوان بازیکن نهایی اعلام میکنن. خیر، در پست آقای کاکودا 3-4 تا بازیکن بود. همون زمانی هم که ایشون به عنوان انتخاب نهایی معرفی شد، سرمربی محترم داشتن چندین موضوع رو همزمان بررسی میکردن تا انتخاب نهایی رو انجام بدن. ما تقریبا زمانی که مطمئن شدیم ایشون به طور قطعی انتخاب نهایی است، ایشون رو دعوت کردیم. قرار بود ابتدا بیاریمش تهران، همینجا ایف مارک تستاشون رو بدن، ولی خب چون عقب بودیم و اینها، تصمیم گرفته شد بیا ترکیه. متاسفانه در ترکیه در ارزروم به یک مشکلاتی با ایف مارک برخورد کردیم، قرار شد که ایشون تستا رو در پاریس انجام، قرار بود برگردن 48 ساعت برن پاریس وسایلشون جمع کنن برگردن بیان، قرار شد تشریف بردن اونجا و با توجه به تعطیلات شنبه یک شنبه تستشون دو شنبه سه شنبه انجام شد. الان آماده برگشت هستن، بلیت بگیرن انشالله که میرن. انشالله شما وسط حرفتون گفتین که با جواد نکونام هنوز معلوم نبود که ما قراره ادامه همکاری بدیم. این قرارداد ایشون 3 ساله نیست. بعد در پایان هر فصل ایشون مربی تراز اول درجه یکیه که همه تیم‌ها، خیلی از تیم‌های لیگ خواهان ایشون هستن، نیاز بود که یک سری مذاکرات مجدد صورت بگیره. آیا همین حالا تو صحبتاتون گفتی که این بازیکن‌ها رو حالا بدون نظر کادر فنی باشون قرارداد واسه حالا هر کسی، حالا جواد نکونام یا سرمربی بعدی، بعد در چه اساسی جذب شدن؟ اینکه میگن قراردادشون حالا قبلا $50,000 بود، الان شده 5000. این چیزی که در ایران جا افتاده که همیشه باید مربی اینطوری نیست. در دنیای فوتبال اصلا چنین نیست. شما میتونید لیگای دنیا رو میتونید نگاه بکنید. شما در مورد این بازیکن نمیخوام اسم ببرم، پارسال آقای خوزه مرونه یک بازیکن رو مدیر عامل باشگاه انتخاب کرد آورد، آقای مرونه فقط بهش تبریک گفت و ایشون رو در بازی هم شرکت داد. بس اینطوری نیست که حتما باید کسی دیگه انتخاب بکنه اینا. حالا یه چیزایی ما تو ایران گفتیم، ما سبکای مختلف داریم. در فوتبال انگلیس 0-100 دست مربی مدیر برنامه است. در فوتبال اسپانیا به یه شکلی دیگه، فوتبال فرانسه به یه شکلی دیگه، اینطوری نیست. ولی فعلا در فوتبال ایران و در فوتبال باشگاه استقلال تصمیم گیرنده فنی 0-100 سرمربی است، ایشون بازیکن‌ها رو انتخاب می‌کنه. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که با من همراه بودی.